سلام از کردم خانم آقایون فردا صبح در آمریکا تنسگیوینگ یعنی تشکر میکنن مردم برای اتفاقی که افتاد چندین سال پیش دیویست سال پیش در آمریکا و همه با هم جمع میشن و خانواده ها و اینها این ور اونور میرن و, این می و فامیلی اینها و با هم چیکار میکنن با هم غذا میخورن و پارتی دارن و این صحبت ها. تقریبا در حدود بیشتر از پنجاه ساله که من قبل از تنکسگیوین به کسایی که قبلا برای من کار میکرد یا الان کار میکنن من به اینا ترکی میدم ترکی مثل ارز کنم بزرگ چیکنه مرغه که بزرگتر بهش میگن ترکی اونو بهشون میدیم و که اینا میپزن و میخورن و لذت میبرن و و برای این سال از خدا خیلی تشکر میکنم که هنوز که هنوزه این اجازه رو به من داد که من بتونم به اینا ترکی بدم و تلفن کردم به یکی از رفقام آی کامران خان گفتم که این برنامه انجام شده و ایشون خیلی خوشحال شد در صورت قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم خواستم بهتون بگم من یه کاری تازگی کردم که خیلی مهمه خواهش میکنم شما این قهرمان دنیا رو که عکسش رو

And to make uh, the friend, champion Mario da Silva. Mario is a good friend of mine. I know him for a long time. And, uh, we lost track of each other for a while. And one day in Muscle Beach, Venice, Muscle Beach, I saw him, and from there we see each other all the time.

چهل سال پیش قهرمان بادی بیلدینگ یعنی بدنسازی دنیا بود ایشون کسی است که از آرنالد شوسنگر برده مسابقه رو برده و اول شده از نظر اینکه خیلی بدن خوشگل و ورزشی و عالی داره ایشون تازگی این بین دو تا استخون پاش این دو تا استخون پاش این دوتا که به این صورته این دوتا شکسته بود به طرف منسکس منسکس یه فارسیش نمیدونم دقیقش این وسط پایشون که اینا رو عمل جرایی میکنن و اینا رو به هم میدوزن من تونستم به وسیله لیزر بیمی که درست کردم و به وسیله کارهایی که انجام دادم به زیر پای ایشون ایشون رو چیکار کردم ایشون رو پاشو درست کردم که در از شیش روز ایشون تونست راه بره و دوباره شروع کنه به ورزش کردن اینا این قبلا نمیتونست را بره یعنی وقتی که این پاش شکسته بود نمیتونست یعنی وسط شکسته بود نمیتونست راه بره ارز کنم بزرگتون که این آقای ماریو دای سیلوا ایشون یه قرصی در دنیا درست شده به اسم ایشون که ایشونو من ازش خواهش کردم که دفعه آینده بیاد اینجا و راجع به کارهایی که میکنه و راجع به کاری که من براش کردم و راجه به چطوری من تونستم پایین خوب کنم برای شما تعریف کنه و شما از زبون خودش بشنوید که چه کارهایی بود من برای ایشون کردم برابرین دعوت شما برای دیدن من و ماریو دای سیلوا که ایشون مال اروگوه هست و الان در آمریکا ایشون قهرمان جهان بودن چهل سال پیش ولی الان بدن خیلی جالبی داره و ایشون مربی هستن تمرین میدن و محصل خیلی زیادی دارن که ایشون رو هر روز میبینن و از ایشون یاد میگیرن پس این شد دفعه آینده اما من میخوام تشکر کنم از مقدار زیادی مردم در نیوجرسی در کانادا در اوکلند کالیفرنیا در فلوریدا از اروپا و ایران خیلی زیاد تشکر کنم و بهشون بگم که واقعا اینا باعث خوشحالی و باعث رفاقت و دوستی من با اینا هست امیدوار هستم که من تونسته باشم به شما کمک کنم و سوالایی که از من کردید بهتون جواب بدم قرص هایی که من براتون فرستادم امیدوارم که روی بدنتون کار کرده باشه کسایی که سرطان داشتن و خوب شدن به خاطر قرص ها و دواهای من من میخواستم بهتون بگم من خیلی خوشحال هستم و اینجا میخواستم صحبت کنم از آقای دکتری که ایشون خیلی معروف هستند در دنیا و ایشون از بنده خیلی تعریف کرده و تقریبا هر کسی به ایشون تلفن کرده و سوال کرده از ایشون که اگه ایشون من میشناسه نمیشناسه و ایشون خیلی از من تعریف کردن ایشون اسمشون از آقای دکتر سهراب خوشبین آقای دکتر خوشبین از کانادا هستند، ایشون استاد دانشگاه هستن که دانشگاه مال خود ایشونه و ایشون مقدار زیادی مردم به ایشون تلفن میزنن و از ایشون کمک میگیرن و اتفاقا چند تا مریض من دارم که اینها مریض ایشون هستند. و با ایشون کار میکنن ولی خب لطف کردن به منم تلفن زدن و اینها خیلی 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 زیاد این خانم ها و آقایون به من لطف کردن لطف دارن و ازشون تشکر میکنم در شخصا من به آقای دکتر خوشبین هفته پیش تلفن زدم از ایشون تشکر کردم برای لطف معرفت و رفاقت و دوستیشون و ایشون اتفاقا خیلی خیلی لطف کردن به من خیلی معرفت کردن به من خیلی انسانیت کردن و شخصا من خواستم با شما از ایشون تشکر کنم ارز کنم بزرگون که از کسایی که تلفن میکنن به من و منو سینجین میکنن خواهش میکنم شما برید توی یوتیوب و توی یوتیوب تمام این چیزها از من نوشته شده فیلم های سینمایی من در حدود چهل تاش در یوتیوب هست خواهش میکنم برید ببینید و این تلویزیونی که من الان دارم برنامه اجرا میکنم این تلویزیون به شما ارز کنم بزرگتون که چیزهای خیلی زیادی گذاشته که من در اینجا برنامه اجرا بکنم و خیلی لطف کردم، معرفت کردن انسانیت کردن دوستی کردن و اینها اینا همه روی تلویزیون یوتیوب دکتر ویکتور بقا روی اون ارز کنم بزرگ که گذاشتن که شما میتونید برید و ببینید و اگر چیزهایی قبلا ندیدید ببینید که چه چی چیزهایی من گفتم اما از تو خواهش دارم مثل که خانومی که امروز من تلفن زد شروع کرد انگلیسی صحبت کردن و ایشون گفت من فامیلی دارم تو سندیوگو که اینا سرطان دارن و اینها میخوان شما رو ببینن و ایشون شروع کرد دوباره سینجین کردن ببین عیز من سینجین کردن چیزی گیری شما نمیاد و شما باید راجب دکتر بدونید کیه بعد برید بهش تلفن بزنید اگر نمیدونید برید فایند اوت کنید پیدا کنید این دکتر کیه بعد بهش تلفن بزنید اگر تلفن نزنید بگی که آی دکتر من خواهد شما سوال کنم شما کی هستی؟ خب این دکتر ممکنه مثل خود منده نایس باشه خوب باشه با شما صحبت کنه جوابتونو بده ولی ازش نپرسید که آقا به من بگو چند تا مریض خوب کردی و اسمشون رو بده به من این اصلا غلطه هیچ کسی هیچ دکتری از هیچ جای دنیا اجازه نداره که اسم مریض رو بگه و اگر ایشون اسم مریض رو بگه ایشون خلاف کرده در آمریکا به ما گفتن به ما میگن و ما میدونیم که اسم مریض رو یا اسم کسی که ما باش صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم حتی من یک دونه خانومی هست از فلوریدا این خانم به من گفته شما میتونید اسم رو بگی که من به شما به خاطر heal the children with cancer worldwide یعنی این بچه هایی که بیمارستان و مریض هستن پول دادم میتونی بگی ولی من نمیگم دلیلش هم که ماها اجازه نداریم بگیم اگر شما لطف کردید پول فرستادید برای این مریض ها شما بدونید این پول ها رفته با این مریض ها شما میتونید همیشه رکوردش رو و چیکار کردیم ما با این مقدار خیلی کم پولی که اینا فرستادن ما بهشون بگیم کجا ها رفته چیکار کرده و اینا دیل بین شما و خدا هست شما وقتی که پول میفرستید برای یه بچه ای که سرطان داره و این بچه داره میمیره تو بیمارستان های مختلف دنیا حتی ایران شما دارید با خدا دیل میکنید رفتار میکنید معامله میکنید خداست این خدا هستش که به شما جواب میده نه من من فقط تنها کاری که میکنم این پولای شما رو میگیرم میبینم این بیمارستان ها این خونه ها این جاها اینا چی احتیاج دارن ما اینا رو براشون میخریم میفرستیم و کمک بهشون میکنیم یا اینی که پول خرج این میکنه که مردم بیشتر پول بفرستن که بتونیم بیشتر کمک بکنیم ما سال پیش 77000 دلار برای این بچه ها فرستادیم و همه این پولا هم آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها، کشورهای مختلف همه پول داده بودن و یه مقدار زیادی از که من اینا رو میشناسم اینا لوس کردن و اینا پول دادن البته اینا همه در آمریکا تکس دیدکتبله یعنی شما میتونی مالیاتت کم کنی ولی ممکنه این در ایران نباشه جای دیگه نباشه در هر صورت هر کسی که کمک کرده الان داره سال تموم میشه ماه دیگه سال آمریکایی و اروپایی داره تموم میشه و من میخوام ازشون خیلی تشکر کنم خیلی لط کردن خیلی معرفت کردن و واقعا واقعا ازشون ممنونم از خانومه که از نیوجرزی به من امروز تلفن زد و گفت که آی دکتر من تلفن کردم این ور اسم شما رو گفتم من ازشون مشکرم البته همینطوری که این خانم میدونه مردم خیلی زیاد میلیون ها نفر من میشناسن ولی از اینکه شما لطف کردید به من این حرف رو زدید من ازتون خیلی ممنونم ولی خب اگرم نکردید نکردید مهم نیست چون مردم میدونن که من کارم چه جوریه اونایی که منو میشناسن در اروپا ایران و آمریکا اونا میدونن من چه میکنم اونایی که عرض کنم اون در آمریکا با من مدرسه رفتن دانشگاه رفتن و اینجا مقدار خیلی زیادی هستن و اینا منو زندگیمو بچه هامو همه رو میشناسن میدونن که من چه کارهایی کردم و چه کارهایی میکنم من با آرهابتون گفتم که من دو تا تخصص دارم یه تخصص من اسپورت مدیسنه یعنی دکتر ورزش هستم و چون خودم ورزشکارم مقدار زیادی از عمرم تو ورزش بودم قهرمان بودم و هنوزم قهرمان هستم اه ولی اه اه تخصص دوم در incurable دیزیز یعنی مریض های کسی نمیتونه خوب کنه و هر کسی که بدترین مریض دنیا رو داره من اونا رو خیلی 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 خوشم میاد به من تلفن کنن و من بتونم با اینا کار کنم و اینا رو سالم کنم یعنی هر نوع مریضی شما داشته باشید که هیچکی نمیتونه خوب کنه من بهتون بگم تا حالا من تونستم خوب کنم همین دو تا پا رو که من به هم وصل کردم دو تا قسمت پا رو به هم وصل کردم این خودش الان یک مسئله خیلی مهمی شده برای خیلی یا در دنیا و اینا همه الان از آمریکای جنوبی آمریکایی که الان توش هستیم آمریکای مکسیکو و جاهای دیگه چون این آقای ماریو دای سیلوا ایشون مال اورگوئه هستن و ایشون خیلی معروفن در دنیای لاتین امریکا و همه میدونن که ایشون چجوری پاش درست شده چجوری پاش همه این برنامه می رو میدونن روی این حساب اینا همه به من تلفن میکنن میخوام ببینن که من چیکار کردم <applause> گفتم که به ازشون گفتم که میدونی چیه من ورد خوندم من دعا خوندم رو خوب شدن <applause> من فکر کنم که شما بدونید که اینا همه البته تمام این کردیت ها به خدا میره امروز صبح یه آقای دکتری از اکسفورد یونیورسیتی اومده بود دم آب ایشون من رو دید ایشون من رو دعوت کرد که برم با نهار به ایشون هفته آینده و ایشون خواست با من صحبت کنه راجع به اختراعاتی که من کردم ایشون یکی از اون دکترای هست که سابقه منو میدونه من هم ساینتیست هستم و هم اسپورس مدیسین دکتر هم وکیل و هم سایکولوژیست و همین دکتر 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 تب هستم و هم دکتر تب کانونشنال هم آلترنتیو یعنی هم دکتر قدیمی هم دکتر جدید عشق هم که اه، اه، میخواستم بهتون بگم که این آقایون پسرا جوونا بزرگا کوچیکا کسایی که با من صحبت میکنن اینا بعدا با من رفیق میشن و تلفن میزنن و با هم خیلی بیشتر از حد رفیق میشیم و دوست میشیم و صحبت میکنیم و امیدوار هستم که این آقایون و خانم ها همه بدونن که من اینجا هستم فقط برای شما من همیشه فکر میکنم که ماها ایرونیا خداوند ما رو به این دنیا باسه این آورده که نشون بدیم که ماها هممون هممون حتی اون کوچیکه حتی اون بزرگه حتی این ور اون ور، همه هممون ما اولیم در دنیا ما باید در آمریکا سناتور داشته باشیم باید ما یک ایده داشته باشیم که اینها سر این آمریکا باشن نبذارن کسای دیگه باشن چون به نظر من ما همیشه صاحب این دنیا هستیم ما اول کسایی بودیم که دوا دارو و پزشکی رو در این دنیا آوردیم و خیلی کارها هست در این دنیا که پدرهای ما کردن پدر بزرگ من یکی از اون کسایی بوده که در دنیا تونسته خیلی رو کمک کنه از نظر همین مدیسن و عرض کنم بزرگتون که بنده الان در خدمتون هستم و امیدوار هستم که تا به حال من تونستم خیلی ها رو بهشون کمک کنم من میدونم که در عرض پنجاه سال پیش من در حدود میلیون ها نفر مردم رو دیدم چه لب آب صبح ساعت سه تا هفت صبح چه در کلینیک خودم که سه تا کلینیک در آمریکا تا حالا داشتم و چه به وسیله نوشتن کتابم و چه به وسیله صحبت تلویزیونی های مختلف و چه به وسیله نیوزلتر که هر ماه میاد بیرون و در حدود 300 میلیون نفر در دنیا این رو میخونن و اتفاقا مال این دفعه یعنی این ماه آقای دکتر کامبیز مقدم گراند مستر در مارشال آرت که ایشون استاد دانشگاه هم هستن ایشون و من اسپورتسمن آف دی یه یعنی ورزشکار سال در دنیا به نظر ما هست و در اول سال که ماه آینده هست جناب آقای دکتر سهراب خوشبین ایشون بزرگترین دکتر سال به نظر ما ایشون هستن که ما ایشون رو عکس چاپ میکنیم تو نیوزلتر و 300 میلیون نفر در دنیا خواهند ایشون رو دید و عرض کنم بزرگتون که راجبه ایشون میگیم که ایشون چه کارهایی میکنن و ایشون من میدونم که خیلی کسا رو کمک کردن و جناب آقای دکتر مقدم کامبیز مقدم ایشون یکی از افتخارات من است و همینطورم دونه دونه شماها آقایون و خانما برادران و خواهران در هر کجا دنیا که هستید شما خدا شما را خلق کرده که درس بخونید شما هر رشته ای که دوست دارید میتونید اول در دنیا بشید هیچ کس هم جلو شما نمیتونه وایسه هیچ کس شما بهترین آدمایی هستید که در دنیا خلق شده شما از همه خوشگلترید از همه ترید از همه بهترید از همه هر چی بگید شما دارید و شما باعث افتخارات من شخصا هستید و همه ها همدیگر رو دوست دارن و خواهند داشت اگر اشکالاتی بین نیه دی به خاطر مسائل سیاسی و خاطر مسائل دینی هست اینها رو همه بذارید کنار و سعی کنید بدونید که ما همه مالی یک کشوری هستیم و این کشور ما کشور خیلی عالی هست حالا امکان دارم که من یه عده تلفن بکنم و هم میگه آقا جان شما چرا این حرفا رو میزنی ما ناراحتیم با فلان این حرفا رو بذارید کنار شما همه هم غذا میخورید هم عرض کنم با زورتون که رستوران مختلف میرید همین که شما زندگی میکنید زندگی عالی میکنید و اگر هم اشکالاتی هست شما خودتون سعی کنید اینا رو حل بکنید و میتونید حل کنید در صورت من خیلی از همه شما متشکرم خیلی ممنونم راجب این مسئله آقای ماریو دای سیلو. من میدونم اوردی مقدار زیادی مردم چه ایرونی چه کسای دیگه به من تلفن زدن و خواستن بدونن که چطوری من پای این آقا رو دوتا رو به هم وز کردم بدون عمل جراحی و البته مثل همیشه همه کسای دیگه میگن که خب چاینیز ها این کار رو میکنن <applause> من با چاینیز کاری ندارم این کار رو میکنن نمیکنن ولی من میدونم که من چیکار کردم آقای ماریو دای سیلوا ایشون هفته آینده ایشون میاد اینجا ایشون من ازشون به انگلیسی صحبت میکنم و بعد برای شما ترنسلیت میکنم شما این را هر جای دنیا هستید ببینید ببینید که چطوری پای این آقا که شکسته بود دوتاش به هم وضع شد بدون عمل جراحی و خیلی خیلی از این مسئله من شخصا خوشحال هستم البته اینو کاری بر من نیست چون من در زندگیم چند نفر فوت کردن و من اینا رو دوباره آوردم یه مدتی ما خودم تو یو سی تو قسمتی کار میکردم که مردان تو کما میرفتن من از کما اینا رو میوردم بیرون <تصفح> به یا خانم حاجی بود اومده بود توی کلینیک من و من بدونی که دست به این زنم بدونی این کمرش خوب شد درد میکرد نمیتونست را خوب شد پرگو آقا دکتر چیکار کردی ورد خوندی گفتم که <تصفح> گفتم من نمیدونم ورد چیه ولی اگه تو میگی من هم همون کار رو کردم آره <تصفح> هیشون من رو گفت این دکتر باش این دکتر ورد میخونه <تصفح> خیلی جالب بود آقا چقدر وقت داریم <تصفح> <تصفح> بله عرض کنم بزرگتون که اینو بهتون بگم خیلی مهمه همین قبل از که من بیام اینجا رفته بودم توی یه, رستوران یه غذایی بخورم چون متاسفانه من تا ها دیگه نمیتونم نهار بخورم و که اینقدر سرم شلوغه و مردم تلفن میزنن ایمیل میفرستن میان منو میبینن در وارد میشن بدون اینکه تلفن بزنن اپوین بذارم چی میان تو میگن آقا ما مریضی ما با تو <تصفح> عرض کنم بسرودون که پیش آقای مال کشور سات آمریکا بودم با خانومش و ایشون بلا فاصله من شناخ و من عکس شما رو توی روزنامه ها دیدم و من دایبتیک دارم و میخوام به شما به من بگید چیکار کنم گفتم من این کارت من بگیر و عرض کنم صورت که تلفن بزن من کمکت میکنم مهم نیست بعد گفت که آقا شما همون آقای نیستید که یه موقع به پرزیدنت ما هوگو کمک کردی گفتم نه ایشون یه نفر فرستاده بود من قرص بگیره دوا بگیره من دوا دادم ولی خب دوای من خورد خوب شد برای رفت کوبا کشتنش کاره درست میگی در صورت عزیز من دوستان من من از شما بخوام باید تشکر کنم اینجا فردا همه جا تعطیله یعنی این رو که من پر میکنم الان روز جمعه شما میبینید او یا تو نره شما همیشه تو زندگی بخندید لذت ببرید و عرض کنم با یا تو نره ورزش کنید و عرض کنم که غذای خیلی سالم بخورید اگر سوالی برام داشتی آقا در زمین مدار زیادی مردم به من تلفن زدن ایران و تلفن زده بودن و قطع کرده بودن این کارو نکنید اگر شما نتونید با من صحبت کنید سعی کنید دوباره تلفن کنید یکی دو ساعت بعدش تلفن بزنید و بعضی هم صبح های کل سهر تلفن میزنن درست است که من صبح سهر بیدار هستم دارم میرم لب آب ورزش ولی هم تلفنم با هم نیست نمیتونم با شما صحبت کنم شما کاری که میکنید اگر بتونید ساعت ارز کنم که ساعت بین ایران و آمریکا در حدود فکر من 11 ساعت فرقه اگر شما مثلا ساعت هشت صبح آمریکا که میشه تقریبا در حدود ساعت ده شب ایران تلفن بزنید میتونید با من راحت صحبت کنید دلتون میخواد اگر تلفن زدید من تلفنم مشغول بود بدونید من دارم با یکی صحبت میکنم لطفا دوباره تلفن بزنید در زیم یادتون نره خواهش میکنم رو از هر کجای ایران یا اروپا تلفن میزنید خواهش میکنم تلفنتون رو بذارید من بهتون تلفن میزنم دوباره پس بنابراین خیلی متشکرم خیلی ممنونم و امیدوار هستم که شما سالم باشید و همه چیتون اوکی باشه قربان شما خدا تا هفته آینده